سلام و درود به شما عزیزان. من شبانمانی هستم از طریق خدمت حیات نو و کالج حیات نو با خادم عزیز بدر سپهر به شما عرض سلام میکنیم. این برنامه در ادامه تعلیمات و برنامه های انجیل کاربردی قسمت دوم درباره یکدها و هدایا هستش. ما این برنامه ها رو همونطوری که در جلسه اول برای شما ذکر کردیم در مورد کمک به عزیزان برای جواب به سوال هایی که به طور پراکتیکلی و روزمره در کلیسا بروز داده میشه، ما در نظر گرفتن این جور سوالات تصمیم گرفتیم یه سلسله از برنامه ها رو برای شما به وجود بیاریم که هم در کالج حیات نو خواهد بود هم در سایت حیات نو، برای اینکه به شما کمک کنیم. خادمین عزیز میتونن از این طریق استفاده کنن، روش و کاربرد خدمتی تو کلیسا رو به بر طبق دید ما به طور صحیح و درست انجام بدن. عزیزان میتونن سوالای عدیده و گوناگون یا مشکلاتی که از نظر تئولوژی یا خدمتی بیشتر به وجود میاد تو کلیسا رو بتونن جواب بدن. هدف ما این هستش که کمک کنیم به کلیسا، ولی هدف ما این نیستش که تفرقه و جدایی به وجود بیاریم. بنابراین اگه آنچه که ما داریم تعلیم میدیم یا درس میدیم در انجیل کاربردی بر طبق آنچه که شما درک میکنید هست و میتونید عوض بکنید، تغییر و تحول بدید روش رو، خدا رو شکر ما خیلی خوشحال میشیم. اگه و شما رو هم فکر کنم خوشنود کنم. اگر نمیخواید یا تواناییش رو ندارید یا بر طبق تعلیماتتون نیست و شاید با نظریات فکری کلیسای شما یکانه نیست، یا اگه عضوید، خواهش میکنم با شبانتون به طور کلی مشکل پیدا نکنید. شما نمیخوایم که در کلیسا تفرقه و جدایی به وجود بیاد. یکی از مهمترین نکاتی که من میتونم بگم اینه که اگه یه عضو بدن هستید این برنامه ها رو نگاه میکنید و بعد میبینید که در کلیسای محلتون این انجام نمیشه ولی دوست دارید که انجام بشه این کاربرد، خب صحبت کنید، در نظر بگیرید، در میون بذارید. اگه شد عالیه، ولی اگه نشد چی؟ اگر عزیزان گفتن ما نمیخوایم این کار رو کنیم، خواهش میکنیم برنگیریم، بگین چون بعد امانی و در سپر گفتن حتما شما الان دیگه در گناهید و افتادید در گناه و آخر سر چی میشین؟ مشکل اساسی به وجود بیاد. ما میخوایم اتحاد کلیسا حفظ بشه. آمین. من خواهش میکنم در فیض محبت مسیح از این برنامه ها استفاده کنید. خب در ادامه صحبت ما هفته پیش شما یه آیاتی رو داشتیم، ما گفتیم که برنامه یک ده در کلیسا با نام حکم و یه قانون نباید اجرا بشه، ولی سخاوتمندی و هدایا اساره و اسانس کلیسا هستن. خواهش میکنم چند تا آیه رو با ما درک. خدا رو شکر برادرمانی عزیز، من در نظر دارم با چند تا آیه بسیار بسیار مهم، از نظر من فکر میکنم خیلی آیات مهمی در عهد جدید در باب دقیق هدایا هستن، میخوام با این آیات شروع کنم اگر موافقید. آیه با آیه با هم جلو میریم. من از دوم قرنتیان براتون میخونم باب 8 آیات 10 تا 15. بفهمید. میگه پس نظر خود را در این باره بیان میکنم. پولس داره نظر خودش رو میگه. بله. چرا نظر خودش رو میگه؟ زیرا به سود شماست. بله. سال گذشته شما نه تنها در انجام این کار خیر بلکه در ابراز اشتیاق به انجام آن نیز پیش قدم بودید. خدا رو شکر. این آیه 8 داشتی میخوندی؟ این آیه 10 هستش. بله، آیه 8 هم میخواستم بگم که میگه این طریق رو به حکم نمیگویم. بله، اینو به شما حکم نمیگم. این خیلی مهمه. زیر اون خط بسنم که زیر حکم نیست، بفهم. آمین. حتی سخاوتمندی هم حکم نیست. دقیقاً همینطوره. آیه 11 رو ادامه میدم، میگه پس اکنون کار خود را به کمال رسانید تا اشتیاقتان به این کار انجام کامل آن را نیز به فراخور توان مالیتان در پی داشته باشد. بله. به فراخور توان مالیتان. اگر موافقید آیه با آیه با هم جلو بریم. برد. بله بفرمایید. این نکته، این جمله فکر کنم اینجا خیلی مهمه، به فراخور توان مالیتان. بله. باور بفرمایید، من دیدم در کلیساهای شاید خیلی تاکید شده روی 10:1، خیلی تعلیم داده شده روش به طور مطلق. بله. و اعضا رو میشناختم که باور کنید برای شیر خشک بچهش محتاج بوده. واقعا آیا صحیح این کار که اون شخصی که واقعا نداره این به عنوان یک حکم و یک بار روی دوشش گذاشته بشه، در صورتی که پولس رسول به صراحت داره به ما تعلیم میده، میگه هر کس به فراخور توان مالیش این کار انجام بده؟ درسته. آیا شما فکر میکنید این کار صحیحه واقعا؟ جوابش اینجوری بسته. آیا خدایی که در آسمان نشسته آگاه از تمام این مسائل، آیا شادتر نیست در دریافت این که یه نفری که واقعا شیر خشک بچه‌شو نداره بده، درسته، و اونجا نشسته میگه خدای من توانایی رو ندارم که الان 10% بدم، ولی این 1 دلار یا 2 دلار یا 3 دلار رو با شادمانی بهت میدم.
آمین. این چقدر زیباتره. بله. تا اینکه شخص فکر کنه ای خدایا اگه من یک دهو ندم تو از دست من ناراحت میشی. بنابراین من یک دهو میدم که تو از دست من ناراحت نشی. اصلا به نظر من از دید پدر فیض دومیش خیلی کار اشتباه تری هستش. زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. بنابراین ما نمیتونیم اصلا این زاویه رو از دید دل پدر جدا کنیم. نه. بله. واضحه. جواب این مسئله واضحه. اشتباهه که طرف مجبور کنه این کارو کنه. تشویقش میکنیم که این کاری که میخواد و میتونه و خوشحال بکنه اون کارو انجام بده. آمین. همونش رفت. برای خدا من مهم نیست مقدار معیارش. دل خیلی مهمه. بنابراین نه. ما میدونیم که افراد این کارو کردن. ما میدونیم در واقع در کلیسایی هم هست که افراد به طور کلی احساس میکنن که ملزمه هستش که اگه میخوان جزء اون بدن باشن بس یک دهم بدن. بله. بنابراین اون هم مشکل گشا میشه. خب اگه یک طرف واقعا نمیتونه بده، نمیتونه عضو بدن بشه، یعنی واقعا نمیتونه، یعنی بس این شرط عضو بدن بودن، اینم مشکل به وجود میاره. بله 100% دلیلش میفهمم، منطق زمینی و دنیوی داره، حتی میشه که منطق الهی هم پیدا میکنه که خب کلیسا بس بتونه پشتیبان داشته باشه، ولی برای شخص مشکل به وجود میاره و برای بدن تضاد به وجود میاره. اینجا پولس خیلی زیبا درس میده و میگه که این رو برای شما حکم نمی کنم، حتی میگه در سخاوتمندی هم حکمی نیست. چه در اگر برگردم میگه نه یک ده حکم هدایا آزاده. من اینو تو کلیسای آمریکایی بارها به من اینجوری درس دادن. بعدمانی یک ده دیگه مینیمم حکمه، ولی خب اگه میخوای هدایا بدی هدایا چیه؟ آزاده. اینجا برادر پولس درباره هدایا صحبت میکنه. نه اینجا درباره کلن درباره اصلا کلن درباره پول داره صحبت میکنه. بله. اگه قرار بود، من مطمئنم که اگه قرار بودش که دید کلیسه این باشه یک ده چیزه ملزمه لازم است، هدایا یه چیزی ما برای اونه، ما باز هم برمیگردیم به شریعت و برمیگردیم به چی؟ قوانینی که اگر انجام نشه لعنت باهاش میاد و در اون اصل تعلیم هفته پیشمون برای ما مشکل به وجود میاره. ما توی کتاب در عهد جدید، در عهد قدیم ما سه جور هدایا داشتیم. یک دهو داریم. بله. هدایا رو داریم و بعد کمک به بینوایان یا کمک به یتیمان و بیوه زنان رو داریم. بله. در عهد قدیم که در واقع سه جور کمک مختلف گوناگون بودن. در عهد جدید بر طبق تعالیم ما کمک به یتیمان و بیوه زنان تو کلیسا میبینیم در اعمال رسولان، ولی جزوی از هدایای جمع شده است. بله. آمین. یعنی اینکه به طور کلی یکی از خدمت‌های کلیساست. شما هدایاتو میاری تو کلیسا، اون اعضا استفاده میکنن برای کمال کارهای نیک. چیز مختلف و گوناگونی نداریم. خدا نمیاد به یه هدیه نگاه کنه بگه آها اینو 30% جوابشو میدم. بله. اینو 100% میدم. او این یکی رو من 25% من 2500% جوابشو میدم. بله. دل طرف چی میگه؟ اوکی. دقیق. حالا ببین به سوالای پراکتیکوم نگاه کنیم. یه سوالی که از ما تو کلیسا میشه اینه که خب عیسی مسیح میگه بدهید تا به شما داده شود، پر شده، گنجانیده شده، تکان داده شده. خب پس مسیح حتما درباره دادن هدایا صحبت میکنه، و آیا اشاره خداوند در اون آیه درباره این نیستش که ما حتما اگر کمکی نکنیم یا هدیه ندیم به ما چیزی داده نمیشه؟ پس اول بس بدیم تا به ما داده بشه. پس اگه یکی تو کلیسا اصلا یک ده نده، آیا براش برکتی هست یا نیست؟ این سوال از من شما از من شده و سوال خیلی خوبیه و برمیگرده به یه اصل طبیعت خلقت خدا. دقیقاً ما در قوت جاذبه داریم، آقا اینو بنداز بالا میاد پایین. اوکی. تا نکاری درو نمیکنی، تا یه چیزی رو رها نکنی دوباره به دست نمیاد، تا یه چیزی نمیره دوباره زنده نمیشه. ما میگیم تضاد یا واژگونیه چیه؟ قوانین الهیه. تضاد داره. آره. یعنی واسه چیزی داده بشه. آره. عزیز من، میخوای محبت درو کنی، محبت بکار. آمین؟ بله. میخوای بخشش درو کنی، بخششو بکار. به دیگران بخشش بده. خب میخوای پول درو کنی، پس پول بگذاری. بله. پس هر کسی که میخواد سرمایه رو درو، سرمایه تو تجارت، سرمایه گذاری احتیاج داری. پس یه چیزی رو میکاری، یه چیزی درو میکنی. پس مسئله به یک ده رب نداره، مسئله به قانون خلقت خداست. بله. قانون الهیه. ما بهش میگیم قوانین الهی که مثل قانون جاذبه در کارن. درست. خب سخاوتمندی در کنارش درو وجود داره، درو روحانی، یعنی پولی مالی شما میدی تا به برمیگرده.
و این سیستم خداست. نکاری زیر لعنت نیستی، خدا ازت عصبانی نیست، خدا ناراحت هم نیست، پدر دوستت داره، ولی خب دروت هم خیلی کمه. همونطوری که پولس درس میده، اگه با سخاوتمندی بکاری همون قدم درو میکنی، اگه کم بکاری آیه رو داری یا نداری؟ بعد داری که میگه به مقدار کاشتن درو خواهی کرد. بعد پولس میگه اگه، ولی میدونی که پولس میگه بله. میگه بر طبق معیاری که میکاری درو میکنی. بله دقیقاً عیسی مسیح هم همینطوره میگه. پس سوال جواب داده میشه، کسی که یک ده نمیده زیر لعنت؟ نه، کسی که یک ده نمیده یا اصلا کمک مالی نمیکنه به طور کلی میتونه برکت از خدا بگیره؟ بله میتونه بگیره، خدا فیضش جاریه، خدا فیضش هست در کار، ولی یه قانونی هم در کاره که محدود میکنه درو شخصا. درسته، تمام شده بس، آمین. درسته. در واقع میتونیم بگیم که اون کاشتن، اون اضافه دادن، اون بخشندگی، اون سخاوته، نه اینکه برکت به شخص در واقع نمیده. کسی که حالا نمیکاره، نمیده، دریکشو نمیده توی عهد جدید در کلیسا، نمیتونیم بگیم که برکت نمیگیره. اما اون کسی که میده، اگه بگیم اشتباه کردیم. دقیقا. چون فیض میگه فیض همینه. بله فیض بر نمیگرده، فیض میگه کسی که آخر میاد همونقدر میگیره کسی که اول میاد. دقیقا. حتی نمیتونیم برگردیم بگیم خدا نمیتونه اون شخص برکت بده، اون در واقع تعلیم اشتباهه. همینطوره. اما اون کسی که برکت رو میده، اون کسی که بیشتر میکاره، برکت افزون رو دریافت خواهد. خب به خاطر اینکه در طبیعت خدا همکار شده. بله. یه طبیعتی هست، یه قانونی هست که درش باش همکاری میکنه. بله. پس خداوند دو سیستم داره، سیستم فیض داره و سیستم خلقت داره. اینو ما میخوایم یه لحظه درس میدیم. سیستم خلقت یه قوانینی داره که برای همه اجرا میشه، چه ایماندار و چه غیر ایماندار. چرا یهودی ها اینقدر برکت دارن؟ چون بچه های چی هستن؟ ابراهیم هستن. بله. و چه بخوای نخوای یهودی ها به هیکل خانه خودشون خیلی خوب میرسن. درست. آمین؟ از اون قانون دارن استفاده میکنن و برکت رو میگیرن. آدمایی هستن که ایماندار نیستن و خیلی سخاوتمندن و به یه نحوی به نظر میرسه که میگن اصلا تو خود زبان ما رسمه. بله. میدی میرسه، خدا یه جوری بهت میرسونه. به مسیحیت هم ربط نداره، ما تو خود زبان فارسیمون، تو فرهنگ فارسیمون از این مثالا زیاد داریم که میدونی همین بود منفیشو داریم، میگن هر کس که باد بکاره طوفان درو میکنه. دقیقاً. پس اینا هست، اینا به خاطر سیستم خلقت خداست. بله. که هیچ ربطی به قوانین شریعت نداره، این خلقت خداست، قانون طبیعت، خلقت طبیعته. و خداوند عیسی مسیح هم داره از قانون پدرش استفاده میکنه، میگه بدهید تا به شما داده شود. همینطور. داره از اون قانون میگه من میدونم پدرم چی کار کرده تو دنیا، چه جوری سیستم من دیگه، خودم درست کردم دنیا رو. بله. بنابراین درست از سیستم من استفاده کنید، درو میکنید. آمین. حالا این بس تا اینجا فکر کنم که حتی سوال دیگر هم جواب دادیم که اگر کسی یک ده نمیده زیر لعنت یا نیست، اگر یک ده نمیده برکت میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. بله, بله میتونه بگیره، ولی محدودیت هایی هم هر خودش به وجود میاره که مربوط به قانون طبیعت خلقت خدا میشه. نکته دیگه میگن خب حالا اگه بگیم که پولی بس جمع بشه در کلیسا، چجوری هدایا رو تو کلیسا بس جمع کرد اصلا؟ چون یه سوالی از ما شده بود و به طور پراکتیکلی یعنی کاربردی، آیا ما بسکت بس رد بکنیم به مردم بدیم، از این سبدا بدیم، آیا بس اون پشت سبد بذاریم؟ من تو کلیسای ایرانیان که بودم سالیان سال خجالت میکشیدیم از مردم پول جمع کنیم، چون فکر میکردیم ایرانی جماعت متوجه هستی فکر میکنن همه دارن دنبال پول هم تو کلیسا، که خب بیچاره خادمین هم همیشه تحت شعای اون فکر خجالت میکشیدن یا درباره یک دست صحبت کنن یا درباره پول صحبت کنن. اگر هم میخواستن پول جمع کنن، حداقل تو تجربه من برای سالیان سال سبدی جمع نمیشد، همون پشت یه دونه سبد میذاشتن هر چی میخواد. ولی یه سبک درست وجود داره کاربردی، میگه هدایای خودتون رو به مذبح بیاری. یه چیزی وجود داره که عبادتیه در هدیه دادن. هدیه دادن چک نوشتن نیست. هدیه دادن عزیزان، پول انداختن توی سبد فقط نیست. بله. هدیه دادن عبادته، پرستشه. بنابراین چه زیباست که اگه میخواین این سیستم رو تو کلیسا را بنازین، بسیار زیباست که شما سبد هدایا رو در جلوی مذبح بذارید، با یه موزیکی، با یه آهنگی عزیزان رو دعوت کنید که هر کسی که دل میخواد در دلشه بلند شه، بره در اونجا یک لحظه هدیهش رو تقدیم پدر بکنه در کلیسا و عبادتش رو چیکار بکنه؟ بکنه. آمین. البته نمیگم که این رسمه، ولی زیباست. آمین. و این کمک میکنه به شخص که عبادت بکنه. همینطوره. این عادت رو بس به بچه ها یاد بدیم که این عبادته. بله. و این خود بیزم
زیباییش آوردن، تقدیم کردنه و یه لحظه دعا کردنه. همین. وقتی هم که هدیه رو میدید عزیزان تو کلیسا، حتی شبانها که هدیهشون میخوان بدن، ببینن بچه ها که دارین رو هدیه دعا میکنین و دارین چه کار میکنین، باش پرستش میکنین. همین. امین. این زیباست. پس رسم درستش به نظر من کاربردی آوردن هدایا به مذبحه، سبد و جلوی مذبح گذاشتن. بله. و اجازه دادن به اذان. حالا یکی میگه که خب اگه کسی نمیخواد بلند شه، خجالت میکشه دیگران ببینن که بلند نشده، این دیگه اینا رو بذارین کنار تو کلیسا، از این حرف ما نداریم. همینطوره. آمین. اون البته برمیگرده به مبحث محکومیت و قضاوت که حالا در جلسات بعد راجع بهش صحبت خواهیم کرد. موافقی ادامه بدیم آیات رو؟ خیلی عالی بود. من آیات بعدی رو میخونم. بله. میگه در ادامه میگه، میگه زیرا اگر اشتیاق باشد هدیه شخص مقبول میافتد. آمین. البته بر حسب آنچه کسی دارد نه آنچه ندارد. تمام شد. کسی که بیشتر از این چی میخواد؟ دقیقاً. یعنی کامل میکنه پولس. من ندارم، من این ماه ندارم در یک بدم. حضور من ندارم این هفته، من براستش حقوقم نرسیده هنوز. نمیتونم سر خوش توجیه کنه تو کلیسا. حالا بسکت اون جلو هست، بعد این جلو هست، من نمیخوام بدم. تموم شد. تموم شد. یعنی نباید شخص کلیسا برای کسی خوشو توجیه کنه. بله. ما تو کلیسا با من یک ایماندار آزادیم. واقعا آزادیم که ایمانمون رو بر هر چیزی که روح القدس هدایتمون میکنه انجام بدیم. نباید خودت توجیه کنی در مقابل دیگران. البته اینو اضافه کنم برادر، قلبم اینه که واقعا کمک کنم به کلیسای خدا. درسته. چون فکرم اینه، دوست دارم ملکوت خدا پیش بره. به وسیله این پولی، این هدیه که من به کلیسا میدم، مطمئنم ملکوت خدا یه قدم جلوتر خواهد رفت. یک کاری در کلیسا انجام خواهد شد. شاید یه کتابی چاپ بشه به یه بیمار برسه. و حالا مسائل دیگه به کسی که تو کلیسا نداره کمک بشه. ولی اینکه حالا من این هفته ندارم بدم، خجالت میکشم یا محکوم میشم یا لعنت رو میاد، نه، این آیه تموم میکنه. تمومش میکنه. حالا سوالای کاربردی دیگه. بله. آیات دیگه هست. بله، یه چند تا آیه دیگه بفهم. ادامه بدیم. میگه زیرا خواست ما این نیست که دیگران در رفاه باشند و شما در فشار. بله. بلکه خواهان برقراری مساواتیم. اصلا یکی از دلایل ده یک دادن در کلیسا، من فکر میکنم هدف اینه که اون برابری، اون مساوات، اون انصاف، اون عدالت در کلیسا برقرار میشه. میگه ما پولس رسول میگه به صراحت میگه ما خواهان برقراری مساواتیم تا غنای شما در حال حاضر کمبود آنان رو برطرف کنه. بله. امروز من دارم، میبخشم با سخاوتمندی، با قلب باز. بله. تا نداشتن کس دیگه جبران بشه. بله. کسی که در تنگی داره زندگی میکنه، این تنگی برطرف بشه. و در ادامه میگه و روزی نیز غنای آنها کمبود شما رو برطرف خواهد کرد. بله. چقدر زیباه، چقدر در کلیسا اتفاق زیبایی میفته با این پیروی از این آیات. بس در واقع بس این به یک سوال کاربردی برمیگرده، چون انجل کاربردی اینجاست. اوکی، خیلی ممنون برای تئولوژی بعد عزیزم. من الان نشستم تو کلیسا و تو کلیسا نشستیم، خواهر من اینجا بغل دستم نشسته، میدونم پول اجارش رو نداره. بله. ولی برادران و خواهران میخوان به کلیسا پول بدن، درسته؟ و من احساس میکنم این پولی که میخوام بدم بس به کلیسا اول بدم. بله. چون مثلا یکته هم که به وجود میاد، این جنجال رو به وجود میاره. بله. بعد من میتونم این پول رو به این خواهر بدم به جای اینکه به کلیسا بدم. این ما میگیم کاربردی دیگه، درسته؟ تئولوژی نمیخوام درس بدم، میخوام کاربردی درس بدم. جوابش چی هستش؟ جواب همینجاست. نیاز آنچه که در رفاه شماست، نیاز دیگری رو برآورده کنن. این خواهری که اینجا نشسته، سیستم درست کلیسایش اینه که شما به کلیسا هدایاتونو میدین. بله. و بعد خادمین کلیسا باید بتونن نیاز اعضای کلیسا رو چکار کنن، باش روبرو بشن. و اگه طرف گرسنه است، پول اجارهش نداره، میتونه تو خیابون بیفته پس بردا، کیه که باید ازش نگهداری کنه؟ کلیساست. بنابراین روش درست اینه که این پول اول به عزیزانی داده میشه که مسئولند و عزیزان مسئول دارن، مسئولیت دارن که چیکار بکنن، این کار رو انجام بدن. این روش درستشه. ولی همیشه اینجوری اتفاق نمیافته. این روشی که باید اتفاق بیفته، باید اینجوری باشه، اینجوری نظم به وجود میاد. ولی ما میدونیم پرکتیکلی که خیلی وقتا اتفاق نمیافته. همیشه بارها از من سوال شده برادر. بارها از من سوال شده، پیغام دادن که ما ده یکمون رو نمیخوایم به شبانمون بدیم یا به خادمین بدیم، چون فکر میکنیم جای درستی اینو خرج نمیکنه. درسته. و این جزوی از اون سواله. بله. بنابراین خیلی مهمه که بدونین که اگر روح القدس رو قلبتون میذاره که
عضو بدنها. ما نمیگیم درباره، چون من از این سوال ازم شده، بعد من خواهر برادرزادم تو ایران الان مثلا مشکل داره، درسته؟ خواهر برادرزاده جزء بدن مسیحه؟ نه، خانواده تو خانواده مسیحه. اول باید بدونیم که ارجحیت ها کجاست. اون شخص تو ایرانه، اگه ایماندار هم نیست، حتی اگه ایماندار هم باشه، الان تو بدنی، بدن یعنی یه گروهی از ایمانداران که با همدیگه جمع شدن و درست باز هوای همدیگه رو داشته باشن. پس من اول این سوالتون رو پراکتیکلی جواب بینیم. اولین راه درستش این استش که شما اگر میدونید که خادمین عزیز کلیسا از این نیاز خود کلیسا آگاهن و این نیاز رو میتونن و دارن رفع میکنن، نیاز بچه ها داره رفع میشه و شبانها دارن واقعا این رو تا حد امکانشون انجام میدن، بده به شبانت که شبانت بتونه مسئولیتش رو انجام بده، به ریش سفیدای کلیسا و شماسای کلیسا غیره. این روش درستشه. ولی اگه میدونی انجام نمیشه، به طرف داره میمیره اینجا، داره پرفر میزنه اینجا، بهش برس، چون جزء بدن مسیحه و جزء خانواده الهیته و 100% اگه روح القدس رو قلب گذاشته، چون مسئله یک دهی دیگه وجود نداره، مسئله هدایاست. خداوند رو قلب گذاشته انجام بده. من خیلی تو کلیسا برکت گرفتم زمانی که این روش فکری برای من به وجود اومد و خداوند رو قلبم گذاشت. من تو کلیسا نشسته بودم، بارها نشستم، خداوند میگفت به این شخص اینقدر بده. نگاه میکردم، میرفتم یه دقیقه باش صحبت میکردم، واو اوضاع احوال خرابه. روح القدس میدونست داره از من استفاده میکنه که از افسونی زندگی من به نیاز دیگری برسم. داره بدن به بدن میرسه. بله این درسته، صحیح، احتیاجی هم به این نیستش که از دیگران اجازه بگیرید. ولی کلیسا اگه کارش درست انجام بده، که حالا برمیگردیم به اینی که اصلا کاربرد استفاده پول تو کلیسا چیه، کجا پول اول بس بره، کجا دوم بس بره، کجا بس سوم بره. بله. در کلیسا ما لاویان داریم، یعنی خادمین رو داریم، و در کلیسا اعضا رو داریم که عزیزانی هستن که در کلیسا واقعا سهیمند و دارن چه کار میکنن، اونجا خدمت میکنن، یا دارن زندگی میکنن، یا دارن عبادت میکنن. بعد بشارت رو داریم و دنیا رو داریم که داریم بهش رسیدگی میکنیم. آمین. اول ما نمیایم به بشارت دنیا برسیم و کاملا اعضا رو فراموش کنیم. اول نمیایم به اعضا برسیم و بعد اونی که داره بار هم میکنن رو کاملا فراموش کنیم. بله. یه پراکتیکوم وجود داره. این تعلیمی که من از روح القدس دریافت کردم اینه که لاوی خدا یعنی خادم خدا نمیتونه گرسنه بمونه. اون شخص اگه خودش در تنگی و کمبود باشه به بدن نمیتونه به بدن برسه. نمیتونه برسه. پس همه گرسنه میمونن. بله. پس اگه مقدار معینی ذخیره آذوقه مالی وجود داره، ارجحیت ها به این شکل باید انجام بشه. باید به خادم خدا رسید. همینطوره. خانوادهش بچهش رسید. بعد باید به اعضا رسید. قبل از اینکه فکر بشارت و بریم مثلا بریم برادران ایران رو مثلا کمک کنیم و اونجا رو کمک کنیم، باید به اعضا رسید. اعضا باید بتونن نیازشون رو همدیگه رو رفع بکنن. اگه نیاز عزیزان رفع شد، حالا به دنیا برسید. همینطور. به اونایی که بیچاره و بینوایان غیر ایماندارن یا به ایماندارانی که خارج از محدوده کلیسای محلی ما هستن. و من معمولا درجه سوم رو نیاز کلیساهای دیگه میذارم و درجه چهارم رو دنیا میذارم. همینطور. اگه بتونید این سیستم رو دنبال بکنید، بتونید حداقل تصمیم گیری های درست رو در مقابل که اگه ذخیرتون کمه، حالا مثلا توی ساختمون تو کلیسای آمریکایی تقریبا برعکس این کارا، مثلا شبان که خب قربونش برن بهش حسابی رسیدگی میشه، ولی بعد 80% پول برای ساختمونشون و بعد برای دستگاه تلویزیونی و بعد برای برنامه های تلویزیونی و بعد برای این کار و اون کاری که برکت مثلا برنامه ها رو به دنیا برسونن میدن، بعد یه چندرقازی میمونه این آخر. بله. میگه ما به مثلا به اعضامون یه کمک واقعا درست نیست. خیلی اعضا هستن که در مضیقه هستن. همینطور. و تو این کلیساهای خیلی گنده خیلی هم سخته براشون به اعضا کمک کردن، چون میترسن میگن اگه ما به این کمک کنم بس به این کمک کنم، اگه به این کمک کنم بس به این کمک کنم، اگه به این کمک کنم بس به همه کمک کنم. ولی مسئولیت کلیسا به خاطر ترس نمیتونه برداشته بشه. همینطور. مسئولیت کلیسا اینه که بدن کمکش بکنی. برای اینم یه پراکتیکوم کلیساست، یعنی از نظر عملی اگه یه مقدار آذوقه محدودی در دستتون هست و این آذوقه در دست کلیسا، سعی کنید با حکمت نیاز شبان رو برطرف کنید اول.
یا خادمین رو، بعد نیاز اعضا رو و بعد دیگری و دیگری. همینطوره. یه سوال پیش میاد. بله. بردمانی عزیز، قبل از اینکه سوال رو بپرسم، بله، یک موضوعی رو تا یادم نرفته اشاره بکنم. راجع به موضوعی که گفتین که در واقع راجع به بحث قبلی بود. دقیقاً از حالا خاطرم رفت که این موضوع چی بود. راجبه چه مسئله‌ای داشتین صحبت می‌کردین؟ اگه یه نفر نیازمنده تو کلیسا به اون برسم یا به کلیسا بدم، این یه سوژه بود. درسته. دیگه سوژه دیگه شد. راجبه همین یک سوال حالا می‌خوام مطرح بکنم. یک سوالی پیش میاد. اینه که ما همه لاوی هستیم. در عهد جدید ما همه کاهن هستیم، همه لاوی هستیم. بله. پس چرا تفاوت حالا قائل میشید بین؟ سوال خیلی خوبیه. درسته. خب اولا می‌دونید که خود عیسی مسیح میگه برای کلیسا خوانده ایم، شبانها، معلمین، رسولان، نبیان و غیره. به طور خاص. به طور خاص. اینا خواندگی و مسئله خصوصی برای اون خدمت دارن و خواندگیش اینه که به بدن رسیدگی کنن، تا اونها رو بلند کنن برای خدمت خودشون. آمین. بنابراین نه، پوزیسیون خاصی در کلیسای عهد جدید وجود داره برای خدمت پنجگانه، افرادی که خوانده شدن برای اون کار و خواندگیش این هستش که به بدن برسن و زندگیشون رو گذاشتن کنار، زندگی روزمره‌شون رو گذاشتن کنار که به این بدن برسن. کار دیگه انجام نمیدن، ولی دارن کار میکنن، کار خیلی سختی هم میکنن. نمیشه اینها رو فراموش کرد. همونجوری که پولس برمیگره میگه اگه کسی که دقیقاً داره اون شخمو میزنه و اون گاو بیچاره، از مثال گاو استفاده میکنه، داره شخمو میزنه، اگه اونو غذا ندی کی زمین شخ میزنه؟ بله. اگه اون رو بهش نرسی کی به بدن میرسه؟ بله. تو نمیتونی چیز کنی، فراموش بکنی. خیلی از خادمین ایرانی خیلی مواظبن که پول از کلیسا نگیرن، چون احساس میکنن که با این کارشون کار خدا رو محدود میکنن. بله. خیلی از خادمین ایرانی با محدودیت های مالی زیاد زندگی میکنن. همینطوره. و این موجب خجالت کلیسای ایرانی باعث باشه که ما اونها رو در مزیقه و کمبود نگه میداریم. همینطوره. چون اونا هستن که دارن بارو هم میکنن. بنابراین من احساس میکنم که از نظر کاربردی اگه شبانت خوشحال باشه و شاد باشه و آرام باشه تو زندگی خودش، بهتر میتونه بدن رشد کنه. و اگه واقعا برای بدن احساس مسئولیت میکنی، اونو بس نگهداری. آمین. خدا رو شکر. البته میدونم وقتمون کوتاهه و بس دوباره بحث ادامه بدیم، چون این کاربردی یک جای دیگه من فکر کنم سوال دیگه هم به وجود میاد. فقط میخواید بذاریم برای جلسه آینده؟ چون ما بله، جلسه اون خیلی مهمه. اینا بفهمید. فقط تنها موضوعی که میمونه بر در راجب موضوعی که گفتیم اگر شبان کمک نمیکنه، ما احساس میکنیم که شبان کمک نمیکنه، خودمون میتونیم کمک کنیم. روح القدس هدایتت میکنه. بله. بذارید از دید شبان هم به این مسئله نگاه بکنیم. بله. خیلی کوتاه، اینکه شاید شبان داره یه کارایی میکنه، عضو نمیدونه واقعا. 100%. خیلی بهتره در کلیسا عزیزان باز باشیم. بله. خیلی متاسفانه یه موزل تو کلیسای ایران همه بسته هستیم. مسائل پیش خودمون باز باشید، با شبانتون صحبت کنید، در میون بذارید، در تنهایی. مسئله اینه، آیا شما به این کمک میکنید نمیکنید؟ واقعا شاید شبان داره اون کارو میکنه، ما نمیدونیم. دقیقاً. خیلی مهمه. مهمه که باز باشیم. باز باشیم و اینم ادامه میدیم در جلسه بعدی، به خاطر اینکه این سوژه مهمه. ما هیچی رو قایم نبست بکنیم. بله. از همدیگه تو کلیسا پرکتیکلی، و از همه چیز رو باز نگردیم. خب تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.